زن آباد، تپه بیوهاد در شهر کابل نادیا چند هفته پیش اصلاً آردی در خانه نداشت، تا نان پخته کند، حتی یک افغانی پول هم نداشت و هفت دخترش در خانه گرس بودند شوهرش که کارگر روی جاده بود، چند ماه قبل در انفجاری در کابل کشته شد و خانواده اش تنها ماندند. در این ویدیو زن آباد و یا تپه بیوه ها را که در قابل بای کابل موقعیت دارد مختصرا به معرفی میگیریم پس تا پایان ویدیو ما را همراهی کنید ولی قبل از آن کانال وارونه را سابسکرایب نموده گزینه زنگوله را فعال نمایید تا از نخستین افرادی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنید زنی بدون مرد در افغانستان اکثرا موجود بی صدا، بی حقوق و بی پول است. نادیه شاید اگر در جای دیگر افغانستان می بود مجبور به گرسنگی کشیدن می شد. اما او حالا در زن آباد کابل زندگی می کند. زن آباد را که مجتمع با خانه های ساخته شده از خشت گلی بر سر تپه در جنوب غرب کابل است می توان تپه بی ها نامید. نادیه که در غم پیدا کردن لقمنانی برای دختران خود بود به همسایه مراجعه کرد. همسایه دیگر زنان را خبر کرد. هر کدام آنها مشتی از آرد به او دادند و او توانست برای شام دخترانش نان پخته کند. تپه زنان در کابل در نوع خود بی است. مکانی برای حدود 500 زن بیوه. زنانی که تنها زندگی می کنند. گای پول هم پیدا می کنند و محافظ یک دیگرند. ناهید ایسار حقوق زنان که این قریه زنان را برای یک پروژه تحقیقی بررسی کرده است می گوید. هیچ کسی نمی داند که این اجتماع دقیقا چه زمان ایجاد شده است. احتمالا در دهه نوت ایجاد شده است. پس از آن که جنگ علیه قشون شوروی سابق و درگیری تنظیم جهادی باعث بیوه شدن زنان زیادی گردید باشندگان این قریه روز به روز بیشتر می شوند. این بیوه ها به امسایه های جدید خود در ساختن یک کلبه گلی و تیه غذا کمک می کنند و با آنها مشوره می دهند که چگونه در کابل گاه گاهی می توان پول پیدا کرد. وقتی جمعیت افغانستان دقیقا معلوم نباشد واضح است که کسی تعداد دقیق بیوه ها را نیز نمی داند. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می گوید ارقام وجود ندارد. سازمان زنان ملل متحد چند سال قبل از دو میلیون زن بیوه صحبت میکرد و سازمان غیر دولتی امریکایی که از زنان بیوه در افغانستان حمایت می کند شمار بیوه ها را دونی میلیون نفر تخمین زده است. زنابات تبدیل به مسکنی برای نادیه و فرزندان شد. واقعیت مسلم این است که جنگ در افغانستان هنوز شلوار است. و هر روز بر شمار بیوه ها افزوده می شود بر اساس آمارها تنها در سال گذشته 5500 تا 7000 پلیس و سرباز کشته شدند علاوه بر آن 3200 مرد ملکی نیز جان دادند از اکثر این کشته شده ها زنانی به جا ماندند که یا تحصیل نکردند و یا تحصیلات بسیار کم دارند و نمی توانند به سادگی در خارج از خانه کار کنند برای سالهای طولانی زمت کش اصلی این محله بیبیکو بود که به نام مادر کلان تپه نیز یاد می شد بیبیکو هر بیوه ای را که دید به این قریه دعوت کرد چون این توصیف می کنند که خانم کلان با موهای آشفته سرخ رنگ بود می وقتی از چیزی خوشش نمی آید آن را رد می کرد. بی, بی وفات کرد اما در دیداری در خزانه از زندگی خود صحبت می کرد. او دوباره ازدواج کرد و هر دو بار شوهر خود را از دست داد. بالاخره وابستگانش او را که کلخور صدا می کردن. یعنی او را باعث قدل شوهرش می دانستن سرانجام او را با پنج فرزندش از خانه بیرون راندند. او آن روز را به یاد آورد. گفته بود همان تجربه من را خیلی خشمگین و قوی ساخت بعد از وفات بیبیکو مدیریت قریه را دخترش انیسا به عهده گرفته است او پلیس است و مسلح کمک دولتی برای بیوه در عمل وجود ندارد ایجاد یک سیستم کمک های دولتی یا سوسیال هیچ زمانی در محراق توجهات بین المللی قرار نداشته است وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای این عرصه مانند وزارت مهاجرین از ضعیفترین نهادهای این کشور است وقتی از این ادارات راجع به این آسیب پذیرترین قشر جامعه پرسیده شود میگویند برنامه های خوبی برای بیوه دارند اما معلوم نیست که این برنامه ها چه تعدادی را پوشش میدهند از یک نظر خواهی سال 2014 ملل متحد در میان بیوه های جنگی چنین برمی آید که یک سوم پرس شوندگان کمک دولتی دریافت کردند و اکثر آنها به جای کمک مستمر صرفا یک بار پول دریافت کردند دیگران گفتند که نمی دانن در کجا و از کدام نهاد درخواست کمک کنند در چنین وضعیتی آنچه باقی میماند فامیل است رسم در افغانستان این است که حمایت های را که اصولاً باید دولت به با عهده بگیرد خانواده و طایفه انجام می دهند اما وقتی به پای صحبت های این بیوه ها بنشینیم دیده می شود که نمی توان روی کمک های فامیلی هم تکیه کرد و بستگان نیز گاهی می توانند خیلی بیرم باشند و یا به مشکل می توانند معیشت زندگی خود را تأمین کنند یک چهارم بیوه های پرسش شونده در نظر سنجی ملل متحد از خشونت در فامیل خود مانند دشنام دادن لطکوب کردن اجبار به ازدواج دوباره و یا بیرون انداختن از خانه گزارش دادند خانم ایثار تحلیلگر حقوق زنان میگوید که بیوه ها در افغانستان تبدیل به زنان بیهویت و بی حفاظ میشوند شوند گای آنها را به صورت تحقیرآمیز دیگه بی سرپوش میگویند نازی یکی از این بیوه ها که در اواسط دهه نوت شوهر خود را در اثر اصابت راکت در خانهش از دست داد. او برای ماها داشته های خود را داخل کراچی انداخته و با سه پسر و چهار دختر خورسال خود از این خانه به آن خانه سرگردان بود. کسی به او جای نمیداد. او زن آباد را یک تحفه خداوندی می داند. دوست ندارد به گذشته فکر کند زیرا سردردی میگیرد. آن وقتها خود را مثل دیوانه ها فکر میکرد و همیشه گریه میکرد اما حالا این زنان به اندازه قوی شده اند که برای خود کلبه ساختند. با ماموران پلیس که میخواستند خانه های غیر آنها را خراب کنند مقابله کردند و در بیرون کار میکنند. بیبی بی محرو دوست نازی که حدود 60 سال سن دارد داستان مشابهی را قسم می کند. شوهرش در انفجاری کشته شد و او با چهار دخترش تنها ماند. بیبی بی محرو می گوید گاهی وقت که داخل خیمه زندگی می کردی سر شب تا صبح خواب نمی رفتم. چون ترس داشتم که مردان بیایند و دخترانم را ببرند. او می گوید که در تپه حالا دیگر ترس ندارد. با وجودی که زنان بیوه در این محله امنیت دارند اما در زندگیشان با دشواری مواجهند فرزندان و نواسه های نازی در بیرون تخم مرغ پخته شده می فروشند و روزانه حدود 300 افغانی پیدا می کنند اما یک پسرش تبرکلوز دارد که باید هر دو هفته برای او 650 افغانی را دوا بخرد روزگار اجازه نداد که فرزندان او به مکتب خود ادامه بدهند. نادیه ما هیچ درآمدی ندارد. بستگانش که او را نمیخواستند در خانه کنار خود داشته باشند، گاه گاهی برای غذا یا پول میفرستند و یا همسایگانش کمک می کنند. اندکی قبل کسی به او پیشنهاد کرد که میخواهد مریم دختر کوچکش را بخرد، اما نادیه آن را قبول نکرد. مریم در زمان مرگ پدر 8 ماهه بود. باشندگان زن آباد دیگر تغییر در وضعیت دهکده خود نمی بینن. اما یک چیز برایشان مسلم است که با ادامه جنگ هر روز به جمعیت قریه شان افزوده می شود. کانال وارونه را سابسکرایب نموده گزینه زنگوله را فعال نمایید تا از نخستین افرادی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنید